هیئت مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی دکتر محمد جواد ظریف عازم سوئیس است، اما اول باید به ایتالیا برویم تا آقای وزیر با همتای ایتالیاییش دیدار کند و سپس دوباره رهسپار سوئیس شویم. جلسات کاری از همان داخل هواپیما آغاز شده. یک سری از جلسات بین تیم مذاکره کننده برگزار می شود و یک جلسه با خبرنگاران که محتویات آن نباید منتشر شود. در اصطلاح ما خبرنگاران به این جلسات آفت ریکورد می گویند. روز اول مذاکرات تیم‌های رسانه‌ای عازم محلی به نام CICG، محل استقرار خبرنگاران. شرایط سخت است. تدابیر اندیشیده شده در ژنو بسیار امنیتی است. گروه‌های خبری کار خود را از همان ابتدا آغاز می‌کنند. کار فشرده است. شرایط کار چطور آقای قروقی؟ شرایط کار خیلی سخت. الان می‌بینید ساعت تقریبا 12:45 است. دوستان خبرنگار همچنان مشغول به کار هستند و به کارشون ادامه میدم. امروز من تقریبا 14 تا ارتباط زنده داشتم با بخش‌های خبری، تحلیلی و بخش‌های مختلفی که به حال به نوعی نیاز مردم بود. منبع تمام خبرها اینجاست. هتل اینترکانتیننتال. جلسات کاری دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه در اینجا برگزار می شود. برخی جلسات چند ساعت طول می کشیدند، برخی هم مثل حضور نماینده چین در اتاق دکتر ظریف 2 دقیقه‌ای برگزار شدند. این گونه مذاکرات گفتگوها توش ادامه داره، اینطور نیست که شما یه بار صحبت بکنید تموم بشه. احتمالاً ما تا این جلسه تمام بشه بارها با هر یک از هیئت‌ها مذاکره خواهیم کرد. ساعت‌های سوئیسی انگار خیلی خوب هم کار نمی‌کردند، چرا که دیدارها نظم زمانی خاصی نداشت و خبرنگاران تشنه خبررسانی بودند. برید اونجا هم با دیدارها وقتی که به سطح ایران و 5+1 می‌رسید محل جلسات تغییر می‌کرد. دیپلمات‌ها باید به نمایندگی سازمان ملل در ژنو می‌رفتند، جایی که جلوی آن به احترام کسانی که پایشان را روی مین از دست داده بودند یک صندلی سه‌پایه گذاشته بودند و به نشانه و احترام صلح لوله یک توپ را گره زده بودند. تهران حتی ثانیه‌ای هم از ژنو غافل نبود. برف هم نمی‌توانست جلوی خبررسانی را بگیرد. ساعت 8 صبح برنامه گفتگوی ویژه خبری در این دوره در ژنو نماینده هم داشت. حسن عابدینی مجری و کارشناس ارشد هر شب رأس ساعت 22:45 به وقت تهران جلوی دوربین می‌رفت و اوضاع را تشریح می‌کرد. مذاکرات در جریان بود و تیم‌ها سخت کار می‌کردند. کاترین اشتون در تلاش است شکاف‌های موجود در طرفین مذاکرات را برطرف کند. اما در مذاکرات هر دو طرف باید به توافق برسند. آقای عراقچی روایت می‌کند. ساعت تقریبا 11 شب شما هم خسته شدید. انگار خبری شده. میتونم بگم که غیر از یه چند مورد کوچیک ولی مهم توافق حاصل شده. از روی تعداد کلمات بگی شاید 98% مثلا نزدیک شدیم، ولی اون 2% شاید مثلا ارزشش به اندازه خیلی از جاهای دیگه مطرح بشه. ساعت الان 3 صبح به وقت ژنو از هتل اینترکانتیننتال خبر میرسه که بین ایران و طرف غربی توافق اولیه صورت گرفته. بریم ببینیم هتل اینترکانتیننتال چه خبره. بالاخره توافق صورت گرفت. وزرای 7 کشور به همراه کاترین اشتون به مقر اروپایی سازمان ملل رفتند تا علاوه بر ثبت توافق تاریخی در دوربین‌های تلویزیونی و عکاسی، مایکل مان هم صدای رئیسش در هنگام خواندن برنامه عمل را در موبایلش ضبط کند. حالا CICG مملو از خبرنگاران است و اینترکانتیننتال خالی شده. مصاحبه مطبوعاتی پشت مصاحبه مطبوعاتی. صحبت‌ها که تمام شود تازه کار خبرنگاران آغاز می شود. حالا که کار تمام شده ما هم فرصتی کردیم ژنو را ببینیم. البته به احتساب دوره قبلی و این دوره که 216 ساعت آنجا بودیم، سهم ما از دیدن ژنو تنها 90 دقیقه بود. البته در این میان نباید از زحمت‌های همکارانمان در گروه‌های مختلف خبری، به ویژه سنگ تمام همکارانم در رسانه ملی برای پوشش دقیق و کامل این دور از مذاکرات
گذشت. الان دیجه فرودگاه ژنو هست، ما داریم برمیگردیم به تهران.